سلام پنجشنبه 21 اردی بهشت 91 ده می 2012 میلادی در مورد 8 موضوع امروز صحبت میکنم موضوع اول اینکه محسا امرابادی روزنامه نگار و همسر مسعود باستانی روزنامه نگاری که در زندان رجای شهر هست به یک سال زندان محکوم شد و برای تحمل کیفر به اوین رفت احمد احمد رضا یوسفی روزنامه نگار و معاون فنی سابق خبرگزاری ایسنا هم به دو سال حبس قطعی و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد نماینده پارلمان اروپا راینر ویلاند هم که از حزب ملی اروپا هست فرزند خاندگی نمادین عاطفه نبوی رو پذیرفت عاطفه اولین زنی است که به دلیل شرکت در اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران به زندان محکوم شد این حرکت نمادین که مدتی است آغاز شده حرکت دفاعی خوبی است که مسئولین سیاسی و پارلمانی رو در اروپا هر کدوم به یکی از زندانیان سیاسی ما متصل میکنه نکته دوم اینکه مسئولین دانشگاه صنعتی امیر کبیر از برگزاری نمایشگاه عکس دریاچه اورمیه جلوگیری کردند این قبلا موافقت داده بودند برای نمایشگاه اما ظاهرا مشکلشون این نیست که میگن مسئله دریاچه ارومیه ماهیت سیاسی داره و ممکنه این نمایشگاه به فضای اعتراض علیه حکومت تبدیل بشه احتمالا اگر میتونستند خود دریاچه ارومیه رو هم دستگیر میکردن به دلیل اینکه محل اعتراض قرار میگیره نکته سوم اینکه کلیات لایحه بودجه سال 91 در به بیستم اردیبهشت ماه این سال آخرش در مجلس تصویب شده اما جالب این کلیات نرغم درآمد بودجه توش معلومه نرقم هزینه به حق احمد توکلی در نطق خودش اعتراض کرده که این چه جور بودجه است و هیچ قطعی نیست و اینها و میکروفون او رو هم قطع کرد مجلس قانون بیمه بیکاری رو که یک بار تصویب کرده بود به شورای نگهبان رفت ایرادات او اعمال شد سرانجام تصویب کرده اما دولت از اجرای اون سرباز میزنه به موجب این قانون سه میلیون نفر زیر پوشش باید قرار بگیرند که برای هر نفری که مجرد باشه و بیکار دیویس هزار تومن و برای هر متعهل بیکار ۲۵ و هزار تومن ماهانه تا سه سال دولت موظف بپردازه و حق بیمه درمانی او رو هم بپردازه که کتابچه بیمه داشته باشه به هر صورت با توجه به موج بیکاری که کشور رو داره فرا میگیره مسئله بیمه بیکاری یکی از اون نکاتی است که میتواند حداقل برای مدتی کارگران بیکار شده رو محافظت بکنه معلمان حق و تدریسی هم برای چندمین بار جلوی مجلس شورای اسلامی تجمع داشتن خواستار استخدام خودشون هستند و این در حالیه که اعلام شده که 200 میلیارد تومان فقط هزینه افتتاح مجلس نهم خواهد بود که به ازای هر یه نماینده تقریبا 700 میلیون تومان قرار هزینه بشه که دفتر و عیاب زهاب و عرض شود که اجاره کردن منزل برای اونها انجام بشه و اون هم مجلسی که امسال آقای کوچکزاده توش هستند که دیروز وقتی خبرنگار نشریه آسمان که آقای قوچانی در اونجا هست روزنامه نگار سرشناس و از او خواسته سوالی رو بکنه شروع به فحاشی کرده توهین کرده و آخر سر هم دست بیقه شده با خبرنگار آسمان نکته چهارم اینکه که آیت الله وحید خراسانی در صحبتی که داشته به دلیل چاپ کتابهایی که وزارت ارشاد اجازه داده اون رو وزارت ازلال خونده از سوی دیگه آیت الله صافی گلپایگانی هم حکم ارتداد برای شاهین نجفی خواننده رپ که در آلمان به سر میبره صادر کرده ظاهرا او ترانه ای رو خونده که گفته میشه توهین به امام دهم ده در اون هست جالبه که نکته معمایی این است که حکم ارتداد تاریخ ده روز پیش رو داره در حالی که انتشار ترانه یکی دو روز بیشتر ازش نمیگذره گفته میشه پشت این کار و این حکم مجتمع رسانهی اطلس قرار داره که همون مجتمعی است که به بسیج و آقای نقدی و نهایتا سپاه و کمپینی رو هم درست کردم برای مجازات این خواننده رپ نکته پنجم این که آقای عطارزاده معاون وزارت نیرو افشا کرده در مصاحبه با شرق که سهام برخی واحدهای پتروشیمی بدون تشریفات قانونی تنها با دستور احمدی نژاد به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده بابت پروژه هایی که اجرا میکنه که اون پروژه هم خودش همه اکثرا خارج از تشریفات مناقصه به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه واگذار شده از جمله اونها همین داستان بی سرانجام انتقال آب دریای خزر به استان سمنان زادگاه آقای احمدی نژاده این معاون خونه عنوان کرده که از این محل تا کنون بین 7 تا 8 هزار میلیارد تومان از کارخانجات پتروشیمی سهام کارخانجات پتروشیمی بابت ده 15 پروژه قرارگاه خاتم به اونها واگذار شده یعنی چوب حراج آقای احمدی نژاد به اموال دولت و مملکت زده و اونها رو به سمن بخش در مقابل پروژه ها و کارهایی که خیلی هاشم انجام نمیشه به سپاه واگذار میکنه نکته ششم این که سرخ جهانی از اسرائیل خواسته که شش زندانی فلسطینی رو که بیش از 71 روزه در اعتصاب قضا به سر میبرند به بیمارستان منتقل کنه در همراهی با این زندانیان هزاران زندانی فلسطینی دست به اعتصاب قضا زدن نکته هفتم که در اوکراین ماجرای خانم لیا تیموشنکو نخست وزیری که بعد از انقلاب نارنجی تصدی داشت و در زندان الان به سر میبره به جرم سوء استفاده از مقام خودش و دست به اعتصاب غذا زده سرانجام دولت اوکراین عقب نشینی کرده و او رو به بیمارستان منتقل کرده و قرار شده خانم تیموشنکو اعتصاب غذای خودش رو بشکنه اتحادیه اروپا فشار زیادی رو روی اوکراین وارد کرده و نکته آخر این که گفته میشه فرمانده قرارگاه سارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مسئولیت سرکوب در سوریه از سوی سپاه منصوب شده و در همون حال نیروی قدس سپاه از طریق حزب الله لبنان سعی میکنه با پاره ای از مخالفین وارد مذاکره بشه انفجار یک بمب کنار جاده ای در نزدیکی درعا باعث زخمی شدن هشت نفر از محافظین هیئت سازمان ناظرین سازمان ملل شده هشت سرباز سوری که مخالفین معتقدند دولت سوریه خودش این کار رو میکنه برای اینکه مأموریت ناظرین رو منتفی بکنه و البته دولت سوریه هم مخالفین رو متهم به این کار میکنه به صورت شست ناظر سازمان ملل که در سوریه هستن قراره به 300 نفر افزایش پیدا بکنه در 24 ساعت گذشته 23 نفر دیگه در سراسر سر سوریه کشته شدن دندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی